خدا رو شکر که دوباره این فرصت دست داد که کنار هم دیگه یک جلسه خیلی خوب داشته باشیم. همینطور که میدونین امروز قراره راجع به محصولات نانو جدیدترین و صحیح‌ترین اطلاعاتی که میتونیم داشته باشیم. معمولا بعض مواقع چیزایی میشنویم که خیلی جالب میشه. آیا آبری تعریف کرد گفت یک جایی اینقدر راجع به خواص گانودرما صحبت کردیم. خواص گانودرما که صحبت میکردیم به شوخی گفتیم اینقدر خوبه که اگر توی کفشت هم بریزید یک کفشت بو نمیده. و میگه فردایی دیم توی دفتر را چادر همینو به عنوان یک آپشن راجع به گانودرما صحبت میکنم و روی فروشش کار میکنم. راجع به محصولات نانو هم خیلی اطلاعات مختلف و عجیب غریبی مخصوصا توی پیجای مختلف دیدیم، ولی امروز در خدمت مهندس خالقی هستیم که همه اطلاعات صحیح نانو رو قرار در خدمتشون باشیم که بهمون منتقل کنن. دو تا جلسه داریم امروز و فردا، درسته؟ بخش از محصولات رو امروز قراره در خدمت های خالقی باشیم و بخش از محصولات رو هم فردا. طبیعتاً سوالاتی براتون بینش پیش میاد، یکی سوالات از قبل دارید. اگر قرار باشه هر کدوم از شما یک سوال بپرسید و جواب همون یک دونه سوال شما رو بدیم، البته اگه آقای حراتی تا موقعی خراب نکنی کلاسو دیگه وقتی به اطلاعات دادن نمیرسه. لطفا هر کس سوالی داره سوالش رو یادداشت کنه، یادش نره تو زمانی که آقای خالقی گفت سوالی در رابطه داریم بپرسین، اون موقع سوالاتتون رو بپرسین. اگر سوالاتتون خیلی تخصصیه و خیلی استثنائیه، بذارین آخر جلسه ما از آقای خالقی خواهش می‌کنیم که وایسن و جواب سوالای تخصصی شما رو هم بدن. پس لطفا حواستون باشه، گوشیاتون رو چک کنید، دوباره سایلنت باشه، وسط جلسه رفت آمد نکنید و یادداشت کنید. فیلم برداری هم میشه این جلسه که در روزهای آینده روی سایت هخامنش گذاشته میشه و به صورت کامل میتونید دوباره این فیلم رو هم با مجموعه بشینید و تماشا کنید. بیشتر از این بس من مزاحمتون نمیشم و در خدمت جناب آقای مهندس خالقی هستیم. بفت خواهش کنید. دوستان سلام. سلام، حالتون چطوره؟ عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای اجدر که زحمت کشیدن توضیحاتی دادن در مورد جلسه. همطور که به همتون میدونید هدف از برگزاری این جلسه اینه که ما اطلاعات تخصصی محصولات نانو رو در اختیار شما بذاریم. سوالاتی که ممکنه براتون به وجود اومده باشه یا ابجکشنایی که مشتریاتون ممکنه از شما پرسیده باشن، اونها رو بتونیم برطرف کنیم، مزایای اصلی و فرعی محصولات رو عنوان کنیم و بازارهایی که میتونید برای فروش ما خیلی خوب باشن معرفی کنیم و روش های فروشی که بچه های دیگه دارن، چه چندین هزار نفر از بازاریاب ها توی تیم های مختلف دارن ازش استفاده میکنن برای فروش و موفق بودن، اونها رو در اختیار شما بذاریم تا بتونید فروش خیلی بهتر رو داشته باشید. حتما قبل از این هم محصول نانو رو خیلی خوب تونستید بفروشید و درآمد خوبی هم کسب کرده باشید، ولی امیدواریم بعد از این جلسه بتونید با اطلاعات جدیدی که به دستتون میرسه فعالیت بهتری رو داشته باشید. قبلش گفتم که چند نفر از محصول نانو استفاده کردن، نظرتون چی بوده؟ هیچ کس نبوده ناراضی باشه؟ سری جدید محصول خیلی عالی. خب خدا رو شکر. میرم اون یکی یکی در مورد محصولات صحبت بکنم. محصول اولی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم یکی از محصول خودروییه سبد کالای ما هست، چون ما محصولاتمون توی دسته‌های مختلف الان داره عرضه میشه که یکی از دسته‌ها محصولات خودرویی هستن، محصولات خانگی، محصولات عمومی و محصولات سلامت محور، محصولات کشاورزی هم که خود تازگی وارد سبد کالا شده، یک به یک وارد میشیم و در موردشون صحبت میکنیم. ولی خب از محصولات خودرویی سعی میکنیم شروع کنیم. محصول اول سوپر شامپو یا شامپوی شستشوی خودرو هستش. یک محصول بسیار خوب، بسیار مصرفی، با قابلیت‌های خیلی خوب و محصول بسیار مقرون به صرفه. pH این شامپو خوب به اندازه‌ای که به هیچ عنوان به رنگ ماشین آسیب نمی‌رسونه. علاوه بر این که مثل شوینده‌های دیگه‌ای که توی بازار هستن به رنگ اونها آسیب نمی‌رسونه، از رنگ ماشین شما هم تا حدی محافظت می‌کنه. بسیار مقرون به صرفه است. با 120 برابر خودش میتونیم اینو رقیق کنیم، کف خیلی خوب و
قابل قبول داره که حتی توی مخزن کفاش کارماشی ها هم میشه ازش استفاده کرد. قابلیت چرکبری خیلی خوبی داره و تمام آلودگی هایی که به ماشین به وجود میاد رو میتونه به خوبی از بین ببره. حتی سم، شطر و شیره، شطرها، سم و شیره درخت ها، در واقع هر نوع چربی و یا آلودگی خارجی دیگه که به سمت وجود اومده باشه. این محصول گفتیم پیش استاندارد بین 7.5 تا 8 داره و مثل بعضی سوینده‌هایی که غیر تخصصی برای ماشین تولید شدن پیش خیلی پایین یا خیلی بالا نداره که بخواد رنگ ماشین رو بهش آسیب برسونه. یه نکته که در مورد محصولات وجود داره اینه که خیلی آسان استفاده شونده هستن، خیلی پرزنت خلاصه‌ای دارن و میتونیم به راحتی در اختیار مشتری بذاریم. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که بعضی وقتا قابلیت‌های جانبی محصول باعث میشه که اون محصول ما خیلی خوب و بهتر بتونیم به فروش برسونیم. مثلا کاری که اتفاقی برای موتورشوی افتاده، خب حالا میرسیم بهش و در موردش هم دوباره مفصل صحبت می‌کنیم، ولی الان این محصول رو بیشتر دارن تو خونه استفاده می‌کنن. تجربه ثابت کرده که کالاهایی که مشتریشون و بازار هدفشون خانه‌ها هستن خیلی فروش بهتری میتونن داشته باشن طبیعتاً. و این هنر ماست که بتونیم یه جوری اینو وصلش کنیم به مصرف خانم‌ها و اینکه از یک کالا بتونیم کاربردهای مختلفی هم در بیاریم یا جاهای مختلفی استفاده کنیم. مثلا چیزی که در مورد سوپرشامپو وجود داره اینه که واقعیت اینه که این یک شوینده چند منظوره است و صرفاً برای شستشوی ماشین استفاده نمیشه. حتی سرویس خیلی دارم من میدونم که سرویس بهداشتی و حمام اینجور جاها رو دارن باش میشونن، جایی به غیر از دست و سر و صورت خود آدم هر جایی که هر نوع کثیفی وجود داشته باشه میتونیم از این استفاده کنیم و نتیجه خیلی خوبی بدیم. مطلبی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم زمانی که مشتری رو قانع کردیم و راضی شده و تمایل به خرید یک محصول داره، در زمانی که در حالت خرید مشتری قرار داره بتونیم یه کالای دیگه ای رو هم در اختیارش بذاریم و بتونیم یه پک خیلی خوب درست کنیم. مثلا محصولی که خیلی خوب میتونه با سوپر شامپو به فروش برسه شیشه شوی خودرو هستش. این هم جزو پرفروش‌ترین محصولات هست و میدونم که خب توی بچه‌های مشهد هم خیلی خوب دارن ازش استفاده میکنن. شیشه شوی خودرو یک کنستانتره خیلی غلیظ هست که با 50 برابر خودش رقیق میشه و مزیت‌های منحصر به فرد این باعث شدن که به یک محصول خیلی پرفروش تبدیل بشه. یک محصولی که در ابتدای هم شاید اصلا به قیافش نخوره اینقدر میتونه فروش بالا بیاره، یعنی شاید خنده‌دار باشه که شما بگید آقا من دارم شیشه شوی میفروشم و پول خوبی در میارم. یکی از دلایلش اینه که کنستانتر است و خیلی مقرون به صرفه است. اینو میتونیم با 50 برابر آب رقیق کنیم در زمانی که یک شیشه شوی توی بازار الان حدودش 20 تا 30 هزار تومان قیمتشه و میدونم که خیلی‌ها دارن از این روش استفاده میکنن و حتی به عنوان یک شیشه شوی خانگی دارن ازش استفاده میکنن. قابلیت ضد یخ بودن داره این محصول. فقط نکته که مهمه اینه که اینو بدونید هر ماده یا هر مایعی یک دمای انجماد داره. دمای انجماد آب صفر، اما گازوئیل هم یخ میزنه، بنزین هم یخ میزنه، الکل هم یخ میزنه، ضد یخ هم یخ میزنه، ولی در دمای انجماد خودش. این محلول به صورت کنستانتره و رقیق نشده تا منفی 21 درجه سانتیگراد رو تحمل میکنه. منفی 21 درجه. حالا هر چقدر که ما اینو رقیق ترش کنیم و مقدار بیشتر آب داخلش بریزیم طبیعتاً دمای انجمادش به دمای انجماد آب نزدیکتر میشه. این اگه با 25 برابر خودش آب رقیق کنیم دمای انجمادش نزدیک به منفی 9 درجه سانتیگراد میشه و اگه اینو با 50 برابر آب رقیق کنیم دمای انجمادش به منفی 6 درجه سانتیگراد میشه. بعضی وقتا بچه‌ها این محصول رو میفروشن و میگن که آقا مشتری ما گفته یخ زده. 100% مشتری ما گذاشته تو فریزر و تست این محلول برای اینکه ما بدونیم این ضد یخ هست یا نیست توی فریزر بچه‌ها درست نیست، چون فریزر ها میبینید دماشون از منفی 24-5 درجه حتی شروع میشه به پایین. بعضا مورد داشتیم که حتی با 50 برابر آب رقیق کرده و بعد گذاشته تو فریزر که اونجا قطعا یخ میزنه. اگر بخواد ترکیبات ضد یخ این افزایش پیدا کنه، چون عمدتا ترکیبات ضد یخ ترکیبات حلالی هستن. مزیت دوم اینو زیر سوال ببرید. مزیت دیگه‌ای که این محصول داره و خیلی هم خوبه اینه که نرم کننده تیغه برفاکن ماشینه. اگر اون ترکیبات ضد یخ این بیشتر بشه اون خاصیت نرم کنندگیش کمتر میشه و به جایی که از تیغه برفاکن ما محافظت کنه بهش آسیب میرسونه.
گفتیم پس خاصیت بعدیش نرم کنندگی تیغ برفاکن، که تیغ برفاکن با توجه به این قیمتا یک قطعه مصرفیه که یک عدد قابل قبول قابل توجهی هم به خودش اختصاص میده توی ماشین. مثلا شما باید 300 هزار تومان 400 هزار تومان 500 هزار تومان یک تیغ برفاکن بخرید و وقتی از این محصول استفاده میکنید عمر اون رو بیشتر میکنید و اینجا هم یک در واقع صرفه اقتصادی خوبی برای ما به همراه داره و تمیز کنندگی خیلی خوبی که داره، واقعا شفافیت و جلوی خیلی خوبی به شیشه میده. حتی مورد داشتیم که با این ماشین هم شستن، یعنی به عنوان شامپوی ماشین ازش استفاده کردم و ادعای اینو کردن که آبگریز شده و خیلی خوب تمیز کرده. حالا آبگریزش ما قبول نمی‌کنیم ولی تمیز کنندگی خیلی خوبه و ماندگاری تمیزیش یکی از چیزایی بوده که گزارش دادم. گفتن آقا وقتی ما با این شستیم، حالا من الان نمیگم که اینو باش ماشین بشونیم و ولی اون شیشه رو که باش تمیز می‌کنیم مدت بیشتری تمیز می‌مونه نسبت به یک تمیز کننده شوننده معمولی. حالا نکته مهم که اولا بهش اشاره کردیم اینه که وقتی یه مشتری اینو خریده، شما کلی زحمت کشیدی و مثلا اونو به نقطه خریده کالا رسوندی، الان زمان اینه که چیکار کنیم؟ یه کالای دیگه‌ای که به این ربط داره بخره. کسی که اینو خریده 100% این رو هم میتونه بخره دیگه، یعنی به دردش بخوره. فقط زمانی مشتری اینو نمیخره که من بهش پیشنهاد ندم. در فروش یکی از اصلی ترین دلایلی که یک مذاکره به خرید و فروش کالا منتهی نمیشه عدم ارائه پیشنهاد اصلا فروشنده است. یعنی شما کلی توضیح میدی، تفسیر میدی، بعد فقط نگاهش میکنی مشتری رو، یه پیشنهادی باید بهش بدی بگی خب حالا چند تا از این براتون دارم بتونم بفروشم، یه دونه دو تا پیشنهاد فروش رو هم اونجا بهش بدی. محصول بعدی که حالا یه نکته در مورد این بگم که بعضیا که تو خونه هم ازش استفاده میکنن میتونم با مقدار بیشتری آب حتی رقیقش کنم، یعنی با 60 یا 70 برابر آب هم میتونم رقیقش کنم که باز اینجا مقرون صرف در میکنم. این یک شیشه شوی خودروییه، ما توصیه نمی کنیم ببرید تو خونه استفاده کنید، ولی کاری که بچه ها دارن میکنن، گفتیم این تجربه ای که بچه ها دارن شیشه خوبی باش به دست میارن، اینه که دارن به عنوان یک شیشه شوی خانگی هم عرضه میکنن، میتونه هر دو جا هم ازش استفاده کنه. محصول بعدی که این هم جزء محصول خیلی خوب و پرفروش شده در حال حاضر، واکس لاستیک. پرزنت خاصی هم نداره، مشخصی که واکس لاستیک چه کاری رو انجام میده و برای کجا استفاده میشه، اما چند تا نکته در مورد خود لاستیک و واکس لاستیک باید بدونید. واکس های لاستیک هستند که مثلا اینا بیس رزینی دارن یا بیس حلالی دارن و باعث میشن که ترک های میکروسکوپی روی تایر ماشین ایجاد و این ترک های میکروسکوپی دو تا موزر وجود میاره. یکی اینکه صدای داخل ماشین رو زیاد میکنه، یعنی وقتی شما داخل راه اندازی هستین یه صدای هول توی ماشین میاد. دوم اینکه خطر ترکیدن لاستیک رو افزایش میده. این محصول چون پایه آب و واتر بیس هستش، من نشونش هم که شما میتونید با آب این محصول رو این لایه از روی لاستیکتون پاک کنید. و نکته هم اینجا داره که وقتی لاستیک خیسه نباید اینو اعمال کنید، لاستیک ماشینتون باید خشک و تمیز باشه بعد اینو اعمال کنید. چون واتر بیس هستش هیچ آسیبی به در واقع اون لاستیک ما وارد نمیکنه و اصلا باعث به وجود اومدن ترک‌های میکروسکوپی نمیشه. روغنی نیستش و گرد و خاکی به خودش جذب نمیکنه. ماندگاری معقول و خیلی خوبی داره و چون یک ژل هستش و اسپری نیست بسیار مقرون به صرف است و مدت زمان زیادی میتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی تعداد لاستیک زیادی رو میتونیم باهاش براق کنیم. اینم میتونه پیشنهاد سومی باشه که ما توی این پک به مشتری میدیم. ببینید من هی میرم جلو هی اینجوری پیشنهادم، یعنی یکی از راههایی که ما میتونیم یک سبد کالا به مشتری بفروشیم اینه که بعد از اینکه اولین فروش رو انجام بدیم توی همون مرحله بقیه رو هم بهش بفروشیم. میگه آقا خب تو که اینو خریدی اینم به دردت میخوره اینم به دردت میخوره و خیلی راحت قطعا مشتری حرف شما رو خواهد پذیرفت. پس گفتیم چون ژل شده و به وسیله یک پد ابری اعمال میشه خیلی راحت خیلی دیرتر تموم میشه و سطح مقطع بیشتر رو میتونیم باهاش براق کنیم، حتی واسه سپر و جاهای پلاستیکی دیگه هم بیرون ماشین ازش استفاده میشه. محصول بعدی که میخوام در مورد روزای بارونی که شیشه بخار میگیره از تو که اون شیشه شروع میزنی به یکی دو ساعتی قشنگ زده مه میشه. خب این هم درسته ولی چون
خیلی بلند مدت نیست ما اینو عنوان نکردیم، ولی میتونید از داخل هم استفاده کنید، چون واقعا شیشه از داخل هم کثیف میشه، بعضی وقتا رد دست میمونه روی شیشه، یه چیزی ممکنه بپاشه از داخل ماشین روی شیشه، و اگر در داخل هم با این تمیز کنیم میتونه خیلی بهتر بشه، هم ضد بخار هم دیرتر کثیف شدن. محصول بعدی که میخوایم براش صحبت کنیم و خیلی محصول پرفروش خوبی هم هست، چربی زوداست. دیگه ما هم اسمش رو یادمون رفته دیگه که اسم این موتور شروع بوده. یعنی همه دیگه به این دارن میگن چربی زودا. از هر 10,000 نفر شاید یه نفر اینو برای ماشین و الان داره استفاده میکنه. این جزء محصولاتی که خب همه میدونیم که الان من نمیدونستم واقعا اینقدر اجاق گاز کثیف موزل بزرگیه واسه یه خانم تو خونه از وقتی که اینو داره اینقدر فروش میده. این جزء قابلیت‌های کالاهایی که قابلیت جانبیش خیلی خوب فروش بالا آورده. ما جلسه داشتیم اوایلی که این محصول رو سبد لانچ شده بود، یه خانم بعد از توضیح دادن این محصول یه خانم پرسیدن که آقا این میشه واسه اجاق گاز هم استفاده کرد؟ گفتیم بله، و این شد که این اتفاق افتاد. همه دارن به عنوان چربی‌بر اجاق گاز و سطوح مختلف ازش استفاده میکنن. این یک محلول تخصصی برای از بین بردن چربی هایی که روی پوسته موتور ماشین ایجاد شده. چربی که روی پوسته موتور ماشین ایجاد میشه به واسطه این که حجم زیاد چربی و گریس و واسکازین و روغن و این چه این نوع چربی سخت صنعتی روی هم روی هم انباشته میشه و مدت زمان زیادی هم، چون موتور ماشین مثلا اجاق گاز نیستش که هفته یه بار تمیزش کنید، مثلا یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، بلکه بیشتر این چربی ها روی پوسته موتور ایجاد شده و سرد و گرم شدن مکرر این چربی ها باعث میشه که اونو به یک ساختار خیلی سخت مولکولی تبدیل کنه، و این محصول به واسطه قدرت بالای چربی که داره به راحتی میتونه این کار انجام بده. چربی هایی که روی اجاق گاز ایجاد میشن هم به خاطر اینکه سرد و گرم میشن شباهت دارن به اون نوع چربی ها و جزء چربی سخت هستند که به راحتی از بین نمیرن، و این محصول به خوبی تونسته این کار انجام بده. فقط چند تا نکته وجود داره، من خیلی هم نمیخواد توضیح بدم چون همه میدونن دیگه این چه کاری انجام میده. نکته اول اینه که حتما موقعی که میخوایم استفاده کنیم از دستکش استفاده کنیم، به خصوص اون برخورد نکنیم، پوچشمون نریزه، نخوریم، و اینکه روی سطوح آلومینیومی توصیه میشه استفاده نکنیم. روی سطوح آلومینیومی توصیه میکنیم اینو استفاده نکنیم. روش بهترین روش برای مصرف کردن محصول اینه که اون قطعه ای که چرب شده رو با آب داغ، نه اینکه خود اونو بیایم روی اجاق گاز بذاریم داغش کنیم، با آب داغ اونو گرمش کنیم، بعدش بیایم این محلول رو روش اول باید بشوریمش. اگه آلودگی های سطحی روش قرار گرفته با آب سرعت از بین به راحتی از بین ببریم، بعد با آب داغ گرمش کنیم، این محلول رو روش بریزیم، چند دقیقه بهش فرصت بدیم، بعد به یک اسکاچی، فرشته، مسواکی، هر چیزی بهش کمک کنیم تا این چربی ها رو از اون یه مقدار ماساژش میدیم که اونایی که اون قسمت های از چربی که اصطلاحاً شل شده یا باز شده کنار برن، چربی های قسمت پایین چربی ها و سطوح چربی گرفته باز با این مواد وارد واکنش بشن، بعدم با فشار آب داغ اون از بین ببره. حالا هر کدوم از این کارا رو نکنیم هم هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی شما اگر روی یک چربی که سرد هم هست اینو بریزید بعد با آب بگیرید روش، پاک میشه. ولی اگر با اون روشی که گفتم انجام بدیم مقدار خیلی کمتری نیاز هستش که از محصول استفاده کنیم و بسیار مقبول و صرفه‌تر خواهد. دوم که میتونیم به روش قوطه‌وری، من اینو دارم در مورد اون کاربردی که همدارن ازش استفاده میکنن توضیح میدم، نه در مورد موتور ماشین. در مورد موتور ماشین هم باید موتور ماشین رو بشوری، اینو اسپری کنین روی موتور ماشین، بعدم با فشار آب داغ پاکش کنین. ولی تو خونه اگر خواستین مثلا چدنای گازو تمیز کنین یا میشه از این روش هم استفاده کردیم، اونها رو داخل آب داغ بذاریم، مثلا یه تشتی 4-5 آب داغ داخلش بریزیم، این رو هم توی اون آب بریزیم، اون لوازم یا اون قطعات رو هم داخلش قوطه ور کنیم. بعد از گذشت چند ساعت میتونیم به راحتی اون چربی‌ها رو از روی سطح پاک کنیم. محصول دیگه که در واقع خیلی محصول خوب و پرکاربردی هم هست ولی هنوز خیلی خوب کاربردش رو نشناختن و ازش استفاده نکردن و در کنار این میتونه خیلی خوب فروش داشته باشه، دوراکینه. اگه اسم این چربی زوداست ما به این میگیم چرک زودا، حالا که اسم میتونیم دیگه.
این محصول در اصل برای تمیز کردن قسمت‌های داخلی خودرو تولید شده و طراحی شده و فرمونده شده. مثلا نمد سقف، صندلی‌های چرمی، بغل درا، داشبورد، کنسول، قسمت‌های پلاستیکی که داخل ماشین وجود داره، ستون‌های کنار داخل قسمت‌های داخلی ماشین، هر سطحی که چرک شده باشه به راحتی میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا همین صندلی پلاستیکی که روش نشستین به راحتی اینها رو تمیز میکنه، تمام آلودگی‌هایی که روی اینها وجود داره رو از بین میبره. حالا اگر اینو بتونیم ببریمش تو خونه، باز یه فروش خیلی خوبی از این میتونیم بالا بیاریم. من میبینم خیلی تیزر و کلیپ وجود داره ولی به عنوان صفرشویی ماشین دارم فقط عرضه میکنم، هنوز نتونستن توجیه کنن که آقا این توی خونه هم کاربرد داره. مثلا این ستون رنگ شده این چرمی رو میتونه تمیز کنه، مبلمان چرمی رو میتونه تمیز کنه، مبلمان یا صندلی های چرمی که مخصوصا رنگ روشن هستن و چرک و کثیف شدن به راحتی به سرعت بدون نیاز به کشیدن خیلی زیاد میتونیم اونو تمیز کنیم. یا موکد یا جاهایی که آرزم به خدمتتون چرک شده، پنجره های دوجه داره، هر جایی که حالا نمیدونم کیا اسفنج و گل خاکستری اینجا استفاده کرده بودن و یادتونه، هر جایی که اسفنج رو باهاش تمیز میکرد با اسفنج تمیزش میکردیم این میتونه تمیز کنه. کلید پریز، تلفن، نمیدونم پرینتر، سطوح این چنینی. توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید که به عنوان اولین نفرها میتونید فروش خوب بالا بیارید. اگر کسی داره اینو میفروشه که خیلی زیاد دارن موتورشوی میفروشن، این هم میتونه کنارش به خوبی به فروش بره. دقت کنید ها، ببین با همین پیشنهاد خیلی ساده به راحتی میتونیم فروشمون دو برابر کنیم. خیلی کار سختی نمیخواد بکنیم، فقط من میگم اینو کنار این اینطوری میتونی بفروشی، اینو کنار این میتونی به راحتی بفروشی. فقط روش استفادهش یه نکته ای که داره اینه که وقتی که اسپری میکنیم به سطحی یا میریزیم روی یک سطح میخوایم استفاده کنیم، باید اون کثیفی ها رو با یه پارچه از روی سطح پاک کنیم، یه پارچه حوله یا مثلا میکروفایبر که اون آلودگی ها رو میکشه داخل خودش. اگر مثلا من یه قسمت 50 سانتی متر در 50 سانتی متر رو تمیز کردم، دیگه این پارچه آغشته شده کاملا به اون چرک و کثیفی و کاملا یه تیکه پارچه کثیف شده، دیگه با اون نباید ادامه بدیم، باید یه پارچه تمیز دیگه برداریم. چون اگه با هم پارچه، خیلی چیز ساده ای ولی واقعا بعضیا بهش دقت نمی‌کنن و نتیجه درستی نمیاد، اگه با هم پارچه ادامه بدیم این چرک‌ها رو کل سطح ما چیکار کردیم؟ پخشش کردیم. پس این که پارچه تمیزکاری ما مداوم تمیز باشه خیلی مهمه. پارچه بشه. اگر خواستیم روی قسمت نمدی سقف ماشین یا سطح مشابه این چنینی کار کنیم، میتونیم از یه پارچه مرطوب استفاده کنیم. پارچه خاصی که یه مقدار رطوبت داخلش باشه که میتونه بهتر کمک کنه به صورت پارچه‌ای و نمدی. پس گفتیم چی شو؟ این در کنار یه پک خیلی خوب رو میتونه تشکیل بده. با همین کار ساده کیا موتورش رو میفروشن به جای چربی‌زاده؟ خب از همین امروز من پیشنهاد میکنم اینم کنارش بذارید، بعد نتیجهش رو میتونیم بگیریم. 4 تا ویدیو تو خونه میتونیم تهیه کنین ازش، یه مبلی، یه وسیله پلاستیکی، کاچوی، چیزی برید تمیز کنید باهاش، بعدم محصول در واقع مکملش رو کنارش قرار میدیم و به راحتی میتونیم بفروشیم. محصول بعدی شامپوی واترلس هست. این محصول نه آفتاب سوختگی رو برطرف میکنه نه سرامیک بدن است، فقط یک تمیز کننده و یک شامپوی بدون نیاز به آب. یه مشکلی که وجود داره یا یه اتفاق خوب یا بدی که داره میفته اینه که با عناوین مختلف محصول رو دارن میفروشن که خب این فیدبک منفی بعدش بعدن سراغ خودمون میاد. خیلی مشتری ناراضی زنگ میزنن به عنوان آفتاب سوختگی و نمیدونم سرامیک بدن و اینا که محصول بهشون فروختن و خب یه محصول هم میفروشن که حداقل او یه چیزی بهش بفروش که تأثیر منفی حداقل نداشته باشه، مثلا سالید ماجیک رو به عنوان رفع آفتاب سوختگی همونی هم که بوده عبدالی ببره، یا موتورشو رو به جای رفع آفتاب سوختگی به مشتری مثلا میفروشن. این محصول بسیار محصول خوب و کاربردی و عالی هستش.
یک تمیز کننده خیلی خوبه بدون نیاز به آب، بدنه ماشین رو باهاش تمیز میکنید و خاصیت چربی بری خیلی خوبی هم داره. یعنی حتی اگر یک دست کثیف یک مثلا دوست مکانیکی روی بدن این ماشین کشیده بشه، این دستتون کامل بزنید تو کثیفی ها، روغم، گریس و اینا بکشید ماشین، به راحتی با این تمیزش میکنید، اسپری میکنید و با یه دستمال کشیدن تمیز میشه. فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی ماشین گرد و خاک روش نشسته یا گلولای خیلی زیادی روش نشسته، توصیه میکنیم که از شامپو واترلس استفاده نکنیم، به خاطر اینکه اگر مثلا از ابتدا شروع کنیم به کشیدن و تمیز کردن سطح بدن ماشین، این گرد و خاک زیر پارچه جمع میشه و تقریبا کاری سنباده رو ممکنه انجام بده و روی ماشین خط بندازه، خش بندازه. البته در دراز مدت، البته در دراز مدت ممکنه روی ماشین خط خشی بشه، ولی برای کثیفی ها و آلودگی هایی که در حین یک رانندگی شهری ایجاد شده، مثلا آلودگی هوا و کثیفی چربی ها و بویه ها روی بدن ماشین ایجاد شدن، پیشنهاد خیلی خوبی میتونه باشه و میگیم که بعد از موتور شویی این هم خاصیت چربی خیلی خوبی داره. یعنی جاهایی که چربی خیلی سختی قرار ندارن میتونیم از این واترلس استفاده کنیم. حتی بعضی با استفاده از این محصول برای خودشون شغل درست میکنن. یعنی دیدیم که توی پارکینگ‌های عمومی کنار خیابون شستشوی کارواش بدون آب، بعد با دوراکنی میرن سراغ طرف. اینم ما دو نوع دوراکنی داریم، یکی دوراکنی خشکه، یکی دوراکنی کیسه. این دوراکنی خشکه، یعنی از آب استفاده نمیشه برای تمیزکاری داخل ماشین، و اگر که یه کارواش سیار بخواد یه نفر درست کنه با همین دو تا محصول میتونه این کارو انجام بده. میره سراغ مشتری، ماشین رو میشوره و یه هزینه خیلی خوبی هم دریافت کنه. اینجا واکسلاستیک هم دوباره میشه با اینا پک کرد. ما یه پکیج مختلف درست میکنیم، شما دیگه میکنیم این با این با این این با این با این و میتونیم یه فروش ستایی خیلی خوبی هم داشته باشیم. میریم سراغ محصول بعد. تا اینجا کسی اگه سوال داره بپرسه بچه ها. خواهش بود. بله، بعد پوسته بعض از موتور بعض از ماشین ها آلومینیومیه. اگر ببینید ما اینطوری میگیم استفاده نکنیم که عطای اون مزیت رو به لغاش ببخشیم، اگر سریع پاک بشه از روی سطح و مثلا دارم میگم این پوسته این قطعه آلومینیومی ما هستش، یک مقداری چربی روی سطح قرار گرفته، اگر تا زمانی که این چربی از روی سطح از بین بره این ماده روی سطح بمونه مشکل ایجاد نمی‌کنه، ولی وقتی به اون آلومینیوم میرسه سیاهش میکنه رنگ آلومینیوم. اگر جای آلومینیومی هستش خب نمیشه ازش استفاده کرد. میتونیم از با واترلس امتحان کنیم، یعنی اگر حجم زیاد چربی روی سطح نباشه میشه از واترلس استفاده کرد و آسیبی نرسونیم. ولی بعضی از ماشینه که سسیلندشون یا قطعه‌های داخلیشون روی پوسته موتور آلومینیومیه، خب توصیه می‌کنم استفاده نکنیم. اصلا زمانی که ما اینو اومدیم روی سوار داشتیم مثلا فکر نمی‌کردیم محصولی باشه که حتی خیلی طرفدار داشته باشه، گفتیم آقا مثلا برای فقط موتور پژو یا پراید و اینا بخوان استفاده کنن، چون اصلا بعضی از ماشینا موتورشون پلوم، مثلا شما ماشین هیوندا و کیا یا ماشین اونا اصلا موتورشویی نمیشن، اونا سوتوی پلاستیکی دارن، ولی چون میگم قابلیت جانبیش در من خیلی فراگیر شد. مثلا تو خونه هم سوتو آلومینیوم زیادی وجود نداره که بخواد چربی بگیره. در خدمت. یک مثلا کارتون چربیزدار رو چه عوضش بکنیم؟ مثلا بیاریم روی این موضوع نظر استفاده خانمی، چون عکس موتور ماشین روشه یه خورده این یک موضوع جواب شده. این موضوع دوم، دوراکین خیلی خوبه، من خودم تست کردم و میز کردم این ماشین رو کامل. یه باگ داره، بوی پا میگیره ماشین، بوی موز میده، بوی پا یعنی واقعا موز این که کفش میده وقتی که استفادهش میکنیم توی ماشین. چون من تست کردم مثلا مخصوصا نمد ماشین رو، نمد ماشین رو من تمیز کردم داشبورد رو تمیز، بعد از بیرون که میمدی سوار ماشین میشدی بوی چه پای خوبی بوی موز میده، والا بوی پا میده.
ولی خب خب اینا پیشنهاد بود، سوال رو بگین. نه سوال، نه پیشنهاد بود. آه باش اوکی، بررسی میکنیم، رسیدیم میکنم، حتما انجام بود. لکه های سفید سفید مون ترک ترک شد، یعنی شیشه ترک خورد. اصلا چیز ممکن که بود من قطعه قدرت یه سامتی میگردیم نه آبدار بود پیچون میگم. پس شما این که ملت رو بلاک میکنی، اصلا امکان نداره شیشه رو بتونی بشید. نه اصلا همچون کاری نمیتونه بکنه، مگر اینکه شیشه نباشه که روی اجاقات به غیر از شیشه هم چیزی نمیذارن. شیشه بود حتما مشکل از بازش بوده. اصلا نه، اصلا همچین اتفاقی نمیفته به جنبان. شما باید امکان کردن، شما اصلا ترک نیست. ببینید شاید از یک جای نفوذ کرده اون زیر و نتونسته اون زیر رو تمیز کنه، بله شما اینو بریزید توی لیوان، توی پارچ، توی یک ظرف شیشه ای، اصلا به هیچ عنوان هیچ واکنشی با شیشه نمیده. اصلا شیشه یک نوع متریالیه که اصلا واکنش نمیده. زیر کاز معمولا روی حالت شیشه ای زیرش یه عایق قرار داره. زمانی که حتی آب، چربی یا هر چیزی که زیرش اون پوسته رو برمیگردونه. همون یه دو چون میگم همون لمینت روی شیشه بوده که اتفاق از زیر احتمالاً آب رفته. بله اصلا با شیشه هیچ واکنش نشون نمیده. این وقتی خود میگم، یعنی اون اگر که روی گاز مونده باشه و تمیز نکرده باشه بذار خشک بشه، شاید این اتفاق بیفته که بازم اون برطرف بشه. ولی اینکه بگی شیشه رو میشکنه اصلا غیر ممکنه. یه مشکل دیگه ای داشته. حالا عکسش رو بعد از جلسه ببینیم با هم ببینیم چه اتفاقی. حالا که بلاک شد بلاک شد. نه بعد میگیم سراغ منطقه مشکل از چی بوده واقعا. نه چون اصلا همچون اتفاق نمیفته. میبینیم عکسش رو ببینم ببینم چه اتفاق بیم. من عکسش هم ندارم دیگه، عکسش هم پاک کردیم حتی. آه اون روانتون اصلا منفی داشت. خب میریم سراغ محصول بعد. محصول جدیدی که تو سبد اومده، حالا رو سایت هستش، از یکی دو روزی هم توی فروشگاه پایین هم شارژ میشه، واکس داشبورد ماشینه با سه تا رایحه خیلی خوب، رایحه‌های اوتکولونی خیلی خوبی داره. یکی لژند مونبلانه، یکی هم ناتیکی ویاگه. این هم اتکارون یک رایحه خیلی آمرپسند خونک و خوبی داره. و یکی دیگه هم کاپتان بلکه، یعنی کسی که روی گرم میپسندن این رایحه خیلی خوبی داره. براقت خیلی معبولی روی داشبورد ایجاد میکنه. این هم ژله و مثل اون قبلی ها فوم نیستش و به خاطر همین بسیار مقبول صرفه و ماندگاره. بسته‌بندی شبیه همون کرم چرم خودمونه. یه ابر داخلش داره که با همین ابر روی داشبورد و کنسول و این قسمت‌ها می‌کشیم. فقط این نکته مد نظرتون باشه که بعضی از داشبوردها هر چی هم روش می‌زنی خیلی براق نمیشه. یعنی من اینو با مدل‌های مختلف واکس داشبورد مختلف مقایسه کردم، با مدل‌های آلمانی، آمریکایی، ایتالیایی. واکس داشبورد گرونی که تو بازار بالای 200 هزار تومان قیمتشه مقایسه کردم، هیچ تفاوت بین این و اونها تو براقیت وجود نداره. چون برای خودم سوال بود که آقا چرا مثلا این خیلی برق نمیزنه این داشبورد، شاید ایراد از این محصوله که اینقدر برق نمیفته. بعد نه، بعد یکم تحقیق کردم متوجه شدم که اصلا بعضی از داشبوردها کلا جنسشون یه جوری که جنس دارن و خیلی هم براق نمیشن، اصلا چسبندگی ایجاد نمیکنه، گرد و غباری بهش جذب نمیشه، تا حدی ضد گرد و غبار یه مقدار آنتی استاتیک هم میکنه، یه زیردست خیلی خوبی هم میده و رایحه‌اش هم به شرطی که تو ماشین سیگار نکشیم میمونه تا چندین روزی هم. رایحه‌اش خیلی خوبه. ولی در مورد رایحه من یه چیزی بگم که شما اگر بهترین اوتکولون رو هم توی ماشین بذارید، اصلا به لباست هم بزنید، دیگه یک دو سه روز بیشتر ماندگاری نداره. یعنی اگر کسی بهتون گفت آه این گفتی رایحه اوتکولونی داره، چرا این گوشت تو ماشین من یک ماه پیش زدم نمونده، بدون این مد نظرتون باشه که خیلی کلن بو، مخصوصا تو فصل گرم مولکول های بو خیلی در واقع سریع‌تر تصدیق میشن. محصول بعدی در مورد اون صحبت کنیم، محصول
شامپو فرش هستش، بسیار فروش بالایی داشتیم آخر سال ازش، به خاطر اینکه خب فصل استفاده و تمیزکاری هم بودش. شامپو فرش خیلی خوبیه، این هم یک شوینده چند منظوره میتونه تلقی بشه، جاهای مختلفی میتونیم باش بشونیم، حتی تو خونه لباس میشه باش شد، فقط کف خیلی زیادی درست میکنه، یعنی اگه میخواین یه جایی رو باش بشونیم بدونیم خیلی کف میکنه. روش استفادهش هم اینه که میزیم تو آب، یکم آب تکونش میدیم، حالا روش نمیشه به مقدار برابر، ولی میتونیم با 4-5 برابر 6 برابر آب مخلوطش کنیم حتی، یعنی مقدار برابر خیلی غلیظه دیگه. یه مقدار از اون کفی که حاصل از در واقع هم زدن آب و این مایع هست برمی‌داریم، با یه ابر یا بهتر یه پارچه توری دیگه خانم خیلی بهتر می‌دونن روی فرشمون رو تمیز می‌کنیم، و بعدم با یه دستمال خشک و دستمال حوله‌ای که جذب آب نسبتا خوبی داره شروع می‌کنیم به تمیز کردن فرشمون. خیلی توضیح خاصی هم نداره، یه 4 ماه داره از عید می‌گذره، یعنی دوباره می‌تونیم مراجعه کنیم به مشتری ها برای اینکه این محصول رو بهشون بفروشیم، چون کسایی که تمیزکاری کردن شب عید دیگه باز دوباره یه بار دیگه هم در طی سال شروع میکنن تمیزکاری کردن اساسی، هم برای مبلمان هم برای فرش میشه استفاده کرد. محصول بسیار خوب کاربردی و با قیمت مناسب. محصولی که کنار این خیلی خوب فروش میره لکبر فرش و مبلمان هستش که خب حتما هم باش آشنا هستیم، خیلی خوب هم میدونی چیه. فقط یه نکته که وجود داره اینه که توصیه میکنم که فرش دستباف استفاده نکنن، تو فرش دستباف استفاده نکنید، و یا فرش هایی که الیاف ابریشمی دارن توصیه میکنم دوشون استفاده نکنید. جوهر و لگ خودکار و چای قهوه آب میوه این چیزا به راحتی پاک میکنه، چرگوار هم خیلی خوب پاک میکنه. فقط در مورد لکه یه چند تا نکته وجود داره، لکه رو دقت کنید، اینم خوب میتونید با این نکته بفروشین ها، مخصوصا تو فروش حضوری تون. حالا شاید یه بخش زیادی از فروش رو داره به صورت مجازی تو شبکه اجتماعی انجام میدیم، مثلا سوشال داریم، نکته‌ای وجود داره، لکه هر چقدر قدیمی تر باشه سخت تر پاک میشه. اگر برای پاک کردن لکه از شوینده های دیگه استفاده کرده باشیم ممکنه اونو فیکسش کنیم. توی مواد شوینده مثلا پودر ماشین لباسشویی یا مایع لباسشویی یک نوع موادی وجود داره که در صنایع رنگ‌آمیزی به عنوان تثبیت کننده های رنگ استفاده میشه. چرا؟ چون اصلا شما اگه لباس تو با این نوشیدنی نباید رنگش رو ببره دیگه، همچی باید تمیزش کنید و رنگش رو نباید ببره. وقتی از اون برای پاک کردن لکه استفاده میکنید چی میشه؟ لکه‌مون رو فیکسش میکنید رو پارچه، بعد دیگه با این یا حتی هر چیز دیگه ممکنه نتونید پاکش کنید. ما اومدیم یک لیوان چای، شیر، کاکائو، قهوه یا هر چیز دیگه مثلا 200 میلی لیتر رو اومدیم چپه کردیم روی فرش، حالا با 5 سی سی این که نمیتونیم تمیزش کنیم. اگر این تارهای تار فود فرش باشه تا اینجا اومده رنگی شده، بعد ما میایم مثلا 10 سی سی میزنیم همین سر تار فود رو یکم خیسش میکنیم و میخوایم کامل تمیز بشه. پس باید به مقداری که آلودگی رنگ یا رنگ مواد رنگی به اون الیافمون رسیده میخته، باید به همون مقدار هم حداقل از این محلول استفاده کنیم. اون توصیه که برای دوراتین کردیم پارچه تمیز و اینا واسه این لکه بر هم صدق میکنه. حالا یه نکته که داشتیم میگفتیم که لکه باید قدیمی جدید سریعتر پاک میشه، این هم باید بدونید که بعض از لکه ها وجود دارن که اصلا پاک نمیشن، مثلا لکه هایی که رنگ های روغنی به پارچه ایجاد کرده باشن، فقط باید با قیچی اون لکه رو پاک کنید، اصلا اون پارچه رو بزنید. ولی اگر لکه به محض اینکه ایجاد میشه به فرش یا مبلمون همونجا اقدام کنیم به تمیز کردنش، با کمترین میزان استفاده از محصول و به سرعت پاک میشه. به خاطر همین پیشنهاد میکنیم اصلا همه یکی از اینا تو خونه‌شون داشته باشن، لکه بر تو خونه‌شون داشته باشن، که به محض اینکه حالا اتفاق دیگه یه لکه روی فرشش افتاد روی مبلش افتاد همونجا بتونه تمیزش کنه، و دیگه بعداً به خاطر اینکه میخواد یه مقدار قدیمی بشه روی اون سطح فیکس نشه لکه و پاک کردنش سخت باشه. میریم سراغ محصول بعد، رو بگیم این خوشبوکننده های کفش. اینا از قدیم هم سبد کالا بودن، فروش خیلی خوبی هم به همراه داشتن، حتی تو دوران کرونا هم به خیلی از بچه ها برای پول در آوردن کمک کردن.
به عنوان ضد عفونی کننده دست فروختن اینا، ولی واقعا خوشبو کننده خیلی خوبیه. یه مقداری فروشش افت کرد توی یک تایم بخاطر اینکه قیمت این تقریبا دو برابر شد، و اون زمان که مثلا 34-5 تومن فروخته میشد، ناگهان به خاطر اینکه این اسپری و اون سری اسپریش قیمتش به شدت افزایش پیدا کرد، مثلا قیمت این بود 300 تومن، یهو شد مثلا 7000 تومن و اصلا دیگه تو بازارم نبود. قیمت این هم یک افزایش دو برابری سال 98 پیدا کرد، ولی الان دیگه قیمت 64000 تومن با توجه به تورمی که داریم و اینا عدد خیلی بالایی تلقی نمیشه. یه خوشبوکننده خیلی خوبه، رایه‌های اتکلون داره، اسانس های اصل فرانسوی داخلش استفاده شده، مثلا این کنزو لئوپار، این کوکو شنل رایه زنان است، اسانس هایی که تو خود اتکلون کوکو شنل چون استفاده میکنن توی این استفاده شده. این یکی کلوین کلین، این هم هوگو باسه و سیلور اسکنت بوگارت. به خاطر کیفیت بالای اسانس ها حتی بچه ها به عنوان اتکلون هم بعضا ازش استفاده میکنن، چون واقعا ماندگاری خیلی خوبی داره. ضد عفونی کننده هم هستش، توی کفش استفاده میکنن جلوی رشد باکتریایی که باعث ایجاد بوی بد پا توی کفش میشه، اون موزه خب میتونه از استفاده کنه بوی موز نده دیگه پاش. آره مثلا اینو با دوراکین بذار که بوی موز پایی نده. و تقریبا میشه گفت که بازارش یک بازار همگانی و عمومی، یعنی هر کی که کفش باش میکنه میتونه از این استفاده کنه. ترکیبات نرم کننده پوست داخلش وجود داره و به هیچ عنوان باعث ایجاد آلرژی نمیشه. میگم حتی بچه‌ها به عنوان اوتکلون هم ازش استفاده کردن. دلیلش هم اینه که این بایی هست یه بوی خیلی خوبی هم داره، حالا در این که به همه بفهمونیم هیچ مشکلی برای پوست ایجاد نمی‌کنه. به عنوان از بین برنده بوی سیگار روی دست هم خیلی دادی هم استفاده میکنه ازش. خب میریم سراغ محصول بعد. این هم میگم فقط چون قیمتش ناگهان افزایش پیدا کرد از روی سوال خرید بچه‌ها یه مقدار خیلی بروش بود. بعد یه مقدار خوبه 60000 تومان و خیلی ظاهر خوبی هم داره. محصول بعدی کرم مراقب و نگهدارن چرمه که قابل استفاده روی سطوح مختلفیه، روی چرم مصنوعی طبیعی نرم کننده و براق کننده خیلی خوبی هستش. مدت زمانی که این براقیت روی سطح چرم باقی میمونه به میزان جذب اون چرم بستگی داره. اگر چرممون جذب بالایی داشته باشه این زودتر جذب چرم میشه و براقیت زودتر از بین میره. اگر جذب پایینی داشته باشه براقیت ماندگارتر روی سطح اون جاد میکنه. توضیح خفص دیگه نداره این. برای این کفش زیاد براقیت نیست. ببینید برای کفش هم بعضا استفاده میکنم خب، ولی اگر که شما روی کفشتون واکس زده باشین قبلا ممکن توی چند مرحله ماتش کنه به جای که براقش کنه، چون واکنش بخاطرشون بده با اون واکس های پارافینی. ولی خب به عنوان یک براقنده سریع که اگر زمان مثلا تو ماشین تو یه جلسه چیز بدی خوبه، یه براقیت خیلی معقول و معقول ایجاد میشه، ولی چون این کفش رو واکس میخوره باعث میشه که یه مقداری مات باشه. اگر کفش واکس نخورده باشه از اول براقیت خیلی خوبی داره. دلیلش اینه که با اون واکس یه مقدار واکنش کنه. محصول بعدی که خیلی محصول خوب و عالی و پرفروش و پرکاربرد و فوق‌العاده هستش سالید ماجیک، یک تمیز کننده به روش سایندگی. این تقریبا یک قرص یه پد نمدی شکل داخلش داره که چی استفاده کردن سالید ماجیک؟ همین توضیح به خود دارم من بلدم. این پد رو خیسش میکنیم، یه لایه از این برمیداریم روی سطوح فلزی که نسبت به سایش حساس نیستن، مثلا پایه مانیتور، مثلا چه میدونم LCD، سطوحی که به اونا حساسن نسبت به سایش و ممکنه در واقع اون براقیت جلایی که ایجاد شده روی سطح از بین ببره. ولی مثلا واسه یه جایی مثل سینک ظرفی فوق العاده است، یعنی کاربرد اصلیش رو هم ما روی همچین سطوحی گفتیم. یا مثلا همین کاشی سرامیکا، بندکشی کاشی ها، حمام، دستشویی، شیرالات، ظروف فلزی، مسی، نقره‌ای، و اینکه این لایه برداری به پرداخت میشه تمیزکاری خیلی خوب. یعنی اینو به عنوان الان تمیز کننده ظروف مسی خیلی خوب دارن میفروشن تمیز کننده ظروف مسی، ولی باز هم این میتونه اولین مشتریش خانم خانه‌دار باشه برای سینک ظرفشویش.
مقداری هم آب گریز میکنه سطح رو و تمیزی نسبتا ماندگارتری هم نسبت داره. یک لایه خیلی نازکی از روی اون سطح برمیداره و برواقعیت خیلی خوبی ایجاد کنه. محصولی که میتونه خیلی در کنارش مکمل خوبی رو ایجاد کنه جرمبر شیرالاته. این جز محصولی که واقعا من بهش اعتقاد دارم و مطمئنم که هیچ وقت هیچ نارضایتی به همراه نخواهد داشت و واقعا یه جوره موجزه میتونه. رسوب حاصل از آب روی هر سطحی رو میتونه از بین ببره. مثلا گچی که دور شیر بسته یا روی ظروف شیشه‌ای مثلا آب سطح آب میاد پایین و این ردردهای آب روی سطح میده مثل آکواریوم گلدونه شیشه‌ای یا اینجور چیزا، همه اونها رو به راحتی و به سرعت پاک میکنه. مقدار کمی از این روی اون رسوب میزنیم یا اصطلاحاً همون گچ، چون گچ که نیست ولی رو همون چه آمیونی که بهش میگیم گچ میزنیم، با یک مسواک چیزی اینو تمیزش میکنیم که فعل و انفعال صورت بگیره. بعد از 10 دقیقه رو بیام با آب با یه اسکای چیز اون همه اونها رو پاک میکنیم. اگر اون لایه ایجاد شده خیلی ضخیم باشه شاید دو مرحله نیاز باشه که استفاده کنیم، چون مثلا تمام مواد واکنش داده با اون مقدار گچ که روی سطح بوده و دیگه ماده فعال و قابلیت وارد شدن به واکنش نداره، اونو پاک میکنی دوباره یه مقدار از این میریزی و تمیزش میکنی. اینو 100 سیسی که داخل این هست و میشه واقعا تمام شیرالات یه خونه رو باش تمیز کرد، چون خیلی مصرف کمی نیاز داره. این دوتا با هم دیگه خیلی خوب کار میکنن. این یه کار میکنه که این نمیکنه، یه کار میکنه که این نمیکنه و تو آشپزخونه خیلی خوب میتونن کار کنن. شیرالات تمیز میکنه، هر دوتاشون هم واسه ظروف شیشه‌ای قابل استفاده است. سه تا محصول جدید داریم که تازه به سبد اضافه شده. اینا از قبل بود، حالا حتما همتون هم استفاده کرده بودیم قبلا، یه مروری کردیم. محصول جدید که اومده مثلا دوش با برند ویزه و یک برند نانسان. محصول اول بوگیر سیگار هستش، از بین برنده دود. ببین هر نوع بوی هر نوع دودی رو میتونه خونسا کنه، به این ترتیب که مولکول‌های بو رو پیدا میکنه، قلاب میکنه، از بین میبرشون و خودش هم تسعید میشه و از بین میبره. روش استفادهش اینه که توی اون محیط میزنیم. حالا ما اینو برای خودرو طراحی کردیم، چون زننده ترین بویی که در واقع تو خانواده دودها هستن بوی سیگاره و این بو بیشتر توی کابین ماشین میمونه و اذیت میکنه. چند پاس میزنید توی ماشین، سیستم گردش هوا از داخل ماشین رو فعال میکنی و بعدش هم در ماشین میبندی، یه ده دقیقه رو میشرخ و بو کاملا از بین میره. در ماشین رو باز میزنیم، اون در واقع بوی شدیدی هم که از خودش باقی مونده بوده اونم از بین میره و به رانندگیمون بدون بوی سیگار ادامه میدیم. یک بوی در واقع ترکیبی از بوی انواع میوه ها رو خواهید داشت، چون بخشی از مواد مؤثر این عصاره های خوراکی میوه ها هستند، یعنی کاملا گیاهیه. یه بوی میوه توری شاید بشنوید با رایحه قالب کاج، یعنی بویی که از این استشمام میشه بیشتر بوی کاجه. بعضی شاید میگن چرا بوی بد میده، بوی زنده میده، بوی کاج موزی میده، بوی کاج پا. ولی به خاطر قدرت بالای این محصول هستش، شما از وقتی اسپری میکنید همجا نباید توی ماشین باشی و اسپری کنید، یا همینجا موقعی که سیگارتون میکشی تمام میشه سریع اسپری کنید، چون وقت خود اسپری شاق میکنید، چون قدرت از بین برندگی بوی خیلی بالایی داره ممکنه خودت هم یه مورد اذیت کنه. حالا توی خونه یه چیز آتیش میگیره، تو آشپزخونه یه چیز یه غذایی میسوزه، تو خونه هم میشه ازش استفاده کرد. اسپری میکنید، پنکه روشن میکنید، هوا سیرکولر میشه تو خونه. کولر نباید روشن باشه که با هوا از بیرون به داخل اتاق دنگیده بشه، از در واقع درز مرزا و اینا بره بیرون. پنکه باید روشن باشه که هوا سیرکوله بشه توی اتاق و به مقدار لازم. این 50 سیسیش تقریبا 350 آف میشه، 350 آف در هر محل استفاده. اگه شما بخواید 10 بار بزنید 35 بار، یعنی اگر هر دو روز یه بار هم بیای اسپری کنید توی ماشینه دو ماه میتونی از این استفاده. بعضی میگن آقا این کوچولو گرونه، ببینید باید دقت کنید که چطوری میشه ازش استفاده کرد. توضیح خاصی هم نداره، همه هم مشتریشن، هر کسی سیگار میکشه
مشتری محصول و 100% هم جواب داده. دوست آقای اجده؟ من سیگاری نیستم. نه اون دوستای سیگاری تون که تست کردیم برای شما. ببینید اتکلون اتکلون بو رو از بین نمیبره. ما دو راه داریم برای که بخوایم یه بوی بد رو دیگه استشمام نکنیم. یکی این دیگه بوی شدیدتری بیاد که دیگه شامی ما نتونه بوی قبل رو تشخیص بده. خب؟ یکی این که اون بو رو خونسا کنه. من نمیدونم اطفین فرمازینش چه دیگه، ولی این رو میدونم که فقط تخصصش برای از بین بردن بوی دوده، یعنی مطلعه دود رو میندازه تو قلاب میکنه از بین میبره و هیچ آسیبی هم نمیرسونه. شاید بعضی از اسانسایی که استفاده میکنیم، اتکلون یا چیزایی که استفاده میکنیم به خاطر شدت زیاد خود اون بو چیز میکنیم، ولی بوی سیگار به قدری نافذ هستش. مثلا یک نفر که به قول ما سیگاری تیره دیگه، این روز یه پاکت سیگار میکشه، اگه اتکلون رو تو ماشینش هم چپ کنی بازم هر روز سیگار میاد. فقط راهش اینه که اون بو رو از بین ببری، کلا خنثاش کنی. و این هیچ نمونه دیگه تو بازار نداره، هیچ نمونه دیگه توی بازار نداره. و مقدار مصرف کمش هم خیلی مهمه که اینو خیلی مقرون به صرفه میکنه. تقریبا پول دو پاکت سیگار دیگه، درسته؟ شما هم سیگاری نیستی نه؟ هیچ سیگاری نداره؟ نه تو دهن، تو دهن نداره، تو دهن هیچ جایستانه، فقط تو هوا. آدامس اصلا دیگه همه چی هست. نه آدامس دنیا رو مسواک، مسواک بزن. نه اونا از بین میره. مثلا لباس رو میشورن، حالا دهن یه چیزی میخوره، مثلا یه کاری میکنه از بین میره، ولی بویی که تو ماشین مونده شده واقعا اجرایی نیست. بچه ها هستن رو نمیکنن، همه میکنن. بعد خب محصول بعدی مکمل رشد، کنترل کننده آفات و از تمیز کننده و شوینده برگ گیاه. محصول خیلی خوب و پرکاربرد و عالی و فوق العاده ایه. ببینید این یک محلوله که با 200 برابر خودش آب رقیق میشه. 200 برابر یعنی مثلا 100 سی سی این با 20 لیتر آب مخلوط میشه. یک کامپلکس خیلی خوب از مواد مغذی که گیاه بهش نیاز داره، مثل نیتروژن، نیترات، ازوت، فسفات، پتاسیم، پتاسیم محلول در آب، آهن، مور، مولیبدن، یه پک کاملی از همه در واقع مواد مغذی که گیاه نیاز داره. یه نکته مهمی که وجود داره، این کود از طریق برگ جذب میشه، یعنی باید اسپری کنیم روی برگ. و جذب مواد مغذی از طریق برگ نسبت به ریشه 9 برابر بیشتره. جذب مواد مغذی برای گیاه از طریق برگ 9 برابر بیشتر از ریشه است. و جالبترش اینه که خیلی ها با کوددهی از طریق برگ آشنا نیستن، همه دنبال اینه که پای گلدون یه چیزی بریزن یک کاری بکنن. هورمون رشد داره، جیبرلیک اسید یا جی ای تیری، هورمون رشدی که داخل این وجود داره. سرعت گلدهی، حجم گلدهی گیاهی که گل میدن رو افزایش میده، زمان رشد رو کوتاه میکنه، سرعت رشد رو زیاد میکنه، شفافیت برگ رو بالا میبره به خاطر اینکه مواد مغذی خیلی زیادی داخلش وجود داره. بعد پاک کننده برگ هم هست. ببینید مثلا شما پرده های خونه رو بعد از یک سال نگاه میکنید، ببینید کاملا سیاه شده، دوده گرفته از آلودگی و در واقع دود و چربی که تو هوا خوب شهرمون هستش و حتی آشپزی که تو خونه انجام میده، اینا میاد روی برگ میشینه و منافذ برگ رو میپوشونه و فتوسنتز رو دچار اختلال میکنه. حالا خیلی از گیاه ها رو در روز روشون باید آبپاشی کنیم به خاطر اینکه بتونیم رطوبت‌رسانی بکنیم به گیاه، ولی آب حلال چربی نیستش که بتونه چربی ها رو از روی برگ پاک کنه. وقتی ما اینو میایم استفاده میکنیم و با دستمال فرضاً روی برگ میکشیم که چربی هاش پاک بشه، باعث میشه که منافذ برگ باز بشه و بتونه فتوسنتز کاملی انجام بده و خود پروسه رشد داخل خود گیاه حداقل برای صورت بگیره. بعد باعث میشه که نفوذ پذیری اون مواد مغذی داخل خود برگ هم بیشتر بشه. حتی شما اگر اینو بخواید با یه کود اسپری دیگه مقایسه کنید، چون این مزیت توی اون نیست،
ممکنه بیاد شما فرضاً روی یک برگی که پر از چربی مواد مغذی رو می‌ریزید ولی به خاطر اینکه منافذش بسته است اصلا هیچ جذبی نداره. این خیلی نکته مهمیه که این خودش میاد باز می‌کنه منافذ رو. بعضی از برگ‌ها حالت نانویی دارن، یعنی بعضی از برگ‌ها مخملی شکلن، یعنی آب داخلش رو خیلی نفوذ نمی‌کنه. این به خاطر اینکه در واقع میاد کشش سطحی رو هم تغییر میده، نفوذپذیر رو هم افزایش میده و مواد مغذی به صورت کامل وارد برگ میشه. بعد آفت کش هم هست، یعنی من میگم کامپلکس خیلی خوبیه اینه، تمام آفات مکنده، شطه، کنده، این چیزهایی که روی برگ وجود داره رو میگیره، خفشون میکنه، آب بدنشون خوش میکنه و از بین میبره و هیچ سمیتی برای ما هم نداره. یعنی مثل آفت کش شیمیایی نیستش که بزنی بعد مثلا بخواد واسه خودت تنفست اینا مثلا مثل دیازنون بخواد واسه تنفس مشکل ایجاد کنه. فقط پای گلدون نباید بریم، تو خاک نباید بریم، یه شرط های فیزیکی تو خاک هست. حالا اونو مثلا آفت کش های دیگه استفاده میکنن که همین دیازنون که گفتن یکی از این آفت کش که تو آب محدود میکنن و پای گلدون نمیزن، ولی این چون از بین برنده آفات هستش و تمیز کننده هم هست، اگر پای گلدون تو خاکش بریزیم باعث میشه که یه بخشی از اون باکتریای مفید که باعث میشن مواد مغذی توی خاک تولید بشن از بین برن و به گیاه آسیب برسه. پس توصیه میکنیم پای گلدون نریزیم و استفاده کنیم. هر دو هفته یک بار میخواد اسپری کنید. مثلا اگر من خودم حالا مثلا خیلی گلدون زیاد نمیکنم، هر دفعه که اینا رو محلول پاشی میکنم نهایتاً 300-400 سیسی پر یا با برگای بزرگ تعداد زیاد 300-400 سیسی یا نیم لیتر نهایتاً پشت و رو همه رو خیس آب کنم، بیشتر از این مصرف نمیشه. هر دو هفته یه بار هم اگه نیم لیتر استفاده کنیم چه ماهی یه لیتر 20 ماه طول میکشه تا این تمام شه، دو سال تقریباً برامون میمونه. تازه اگر اون همه استفاده کنیم مثلا 15 تا گلدون بزرگ تو خونه هم داشته باشیم، بلکه که خیلی بیشتر میتونه مصرف کنه. کاکتوس اگر که گیاهی که شما دارید با محلول پاشی مشکلی نداشته باشه، نپوسوندش، خرابش نکنه، میشه استفاده کرد. بعضی از گیاه نباید روش اسپری بشه، بعضی گیاه باید روزی دو یا سه بار روشون اسپری بشه، ولی دو هفته یک بارش اشکالی نداره، رو کاکتوس هم میتونه استفاده کنه. باید اسمال بخواد این کرده بکنیم باید بکشیم. اگر میخوام چربی ها دیگه هر هفته که میخوام چربی ها رو پاک کنیم، خب فقط برای از بین بردن چربی نیازه که بکشیم. در مورد آفت کش بودنش هم این یه آفت کش تماسیه، یعنی اگه پشت برگتون میبینید یه سری آفات وجود دارن باید روی اونا اسپری کنید. دو اینکه تنفس برگ از تنفس گیاه از پشت برگه، پس اینو پشت برگ هم اسپری کنید. مثلا چون این زیر برگ منافذ گیاه وجود داره که تنفس انجام بشه. حالا اگر کسی قبلا رو قرص کود کار میکرده به راحتی میتونه این رو هم در کنارش بذاره، به خاطر بسته‌بندی نسبتا خوبی که داره. توی بازار خیلی محصولاتی با بسته‌بندی مناسب نیستش که توی این نوع پروداکت کار کنن. محصول خیلی خوبیه. چند سالیه که گل و گیاه توی خونه ها خیلی زیاد شده و محصول بسیار خوبی میتونه باشه. محصول بعد که با برند دکتر بیز عرضه شده و محصول بسیار خوب و پرکاربردی هم هستش در حال حاضر، حداقل چون هم وارد فصل تابستون داریم میشیم هم هنوز در فضای کرونا قرار داریم، گندزدا و ضد عفونی کننده، ضد عفونی میوه و سبزیجات و شوینده هم هست، یعنی هم ضد عفونی میکنه، این هم مثل همون کامپلکس هم ضد عفونی میکنه، همه ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها، میکروب ها همه رو از بین، هم آنتی میکروبیال، هم آنتی وایرال، هم آنتی باکتریال کاملا از بین میبره و تمام واکس ها، موم ها، چیزایی که برای در واقع جلوه دادن به یک میوه یا سبزی اومدن به سلام حل میکنه، حلال واکس ها و موم هاست به خاطر حلال های گلایکولی که داخلش وجود داره و اثر مواد سموم و آفتکش های شیمیایی رو هم از بین میبره. یه بخش زیادی از این آفتکش هایی که تو باغات و مزارع استفاده میشه همراه محصولات میاد تو خونه ما و مصرف اونها
عوارض بسیار شدیدی داره، سرطان‌زا هستش، باعث ایجاد بیماری‌های مثل ام ای سر، پارکینسون و اینجور بیماری‌ها میشه، باعث میشه که آی کیو کاهش پیدا کنه و ما باید با یه روشی بتونیم اثر اونها رو خنثا کنیم که این محصول با توجه به خنثا کننده هایی که داخلش داره اونها از بین بره. بعد ماده مؤثره اون برخلاف خیلی از ضد عفونی کننده‌ای که تو بازار هستن ترکیب کلوره نیست، مثل بنزال کنیوم کلوراد یا هیپوکلورید کلسیم که در کلور همون وایتکس فارس ساده‌اش رو بگم، خب از خانواده وایتکس از خانواده ترکیب کلور است، هم آسیب میزنه به بافت اون میوه و سبزی و سیفی که می‌خوایم مصرف کنیم، هم که باعث آسیب رسوندن به خودمون میشه. توی این از اسید استیک که در واقع از خانواده سرکه است و یون های فلز مس و روی که به عنوان آنتی وایرال و آنتی میکروبیال خیلی قوی هستن استفاده شده و هیچ اثر سمی و آسیب زننده برای ما نداره. یه دونه از این درش رو با یک لیتر آب مخلوط میکنید، یک در یعنی یک تقریبا قاشق غذاخوری رو با دو لیتر آب میخواد مخلوط کنید. بیوه سبزی رو میشوری یا گلولایش رو میگیری میذاری توی یه دلقه یه رو بی بین 10 تا 20 دقیقه توی این قوطه‌ور میمونه. بهتره که توی همین تایم هم یه تکونی بدی اینا رو که اگر نفوذ پذیریشون بالا باشه، مثلا تو تنگال فصلش که داره تموم میشه یا مثلا سبزی و سفیجاتی که یه مقداری برگ مخملی دارن یا نفوذ پایین‌تری نسبت به اون اینجوری بکنه 5 دقیقه بار کامل تمام خلل و خورشش رو میپوشونه و خیلی بهتر این عمل ضد عفونی کنندگی رو انجام میده. و فصل تابستون هم که خب بیماری های انگلی مختلفی ممکنه به وجود بیاد به خاطر خوردن میوه و سیفی و سبزیجات که درست جسته برای ضد عفونی نشده، وبا، انواع وبا، تب های مختلف که ایجاد میشه، یعنی یه سرچ ساده شما اگر بکنید بعضا منجر به مرگ میشه بیماری هایی که از طریق میوه و سبزیجات نشسته بیماری انگلی شدید به وجود میاد. یه سرچ ساده بکنید کلی محتوا برای درست کردن پرزنت این محصول به دست میاد. میمونه یه محصول دیگه که اینه که تونیک تحلیل کننده مو هستش، بسیار محصول خوبیه که فردا در مورد این صحبت میکنم. اگر سوالی دارید بگید تو بسید که من دخلیم. چند وقت پیشون یک کم کشورم لکه فرش مونده من میخواست بعد بعدی که استفاده کردی بود لکه ها رو بودو کنم و شهرم سن لکه جاله بکنم و بخور فوده بود و در من بعد 3-4 روز دار ست فرش اونگونه زرزر شده بود و حتی اصلا ما دوباره رفتیم با شامو فرش هم سن استفاده میشدیم با شامو فرش و با شامو فرش هم بودیم لکه های نرم فرششون احیانا دستباف نبوده؟ شاید همون زمانی که داشته در واقع تمیز میکرده درست کثیفی‌ها رو از توی الیاف نکشیده بیرون، تنها احتمالی که وجود داره همینه، یا مقدار مورد نیازش رو از این لکه‌بر نریخته. گفتم مثلا یه لیوان مثلا قهوه میریزی یه ته استکان از این میریزی میخوای همه اونو ببره نمیتونه، باید کامل آغشته بشه. یه عکسی بفرستیم برای چه نوع لکه بوده این رو بپرسیم ازش. آره باید بپرسیم چه نوع لکه بوده، مثلا لکه آهن بوده، لکه آب هندوانه، بعد لکه زرد رنگ درست کرده. آره لکه مثلا بگه جوهر خوشمنگاه خوب برده، بعد مثلا بگه لکه هندوانه. الان کجا زرد شده؟ لکه هندوانه زرد شده یا جای جوهر زرد؟ نه جای جوهر برده، جای مثلا هندوانه آب شایی. فکر میکنم مقدار که مصرف کرده کافی نبوده، یعنی باید محصول بیشتری تعداد دفعات نه ها. مثلا شما الان یه دو پاف میزنی خوشش میکنی باز دوباره دو پاف دیگه میزنی، باز خوش میکنی باز دو پاف دیگه میزنی، همون اول باید مقدار زیادی رو بریزی که به آخر تار و پود فرش برسه. یعنی یه کاسه آب هندوانه اگه چپ شده از اون طرف فرش اومده بیرون دیگه، خب شما باید مقداری اسپری کنید که از اون طرف فرش محلول بیاد بیرون و کامل خارجش کنید. بعد من بخواهم مثلا راکتا رو شفتیم و شما رفت دوباره با شما فرش هم میشتیم مثلا لکه ها شب برای چند سوالی باید باید چند تا فرش بروشید شد با دوباره لکه ها برگشت. حالا بررسی میکنم بعد بهتون اطلاع بدم. خب سوال بعدی؟ خب سوالی نداریم؟ برای اون اصول شیرالات
میشه استفاده کرد بله. ولی آنچنان تأثیر نداشته. خب حجم رسوب اونجا خیلی زیاده. آره مثلا شما توی سماور میبینید یک لایه اینقدی شما جرم و رسوب دارید. خب باید مقدار زیادی از این مصرف کنید. ولی اون نوع رسوب هم از همینی که اینجا برطرف میکنه. یعنی اونم کربنات کلسیومه که توی سماور میاد. نه میگم که اگر که کامل نبرده آره توجیه اقتصادی نداره. در اصل که باید کتری سماور داخلش گچ باشه، یعنی اون خوبه، چون اون در واقع اون کربنات کلسیم و اون چیزایی که تو آب هستن میاد میچسبه به بقیه گچ، آب رو سبک میکنه. ولی حالا یه نفر دوست داره که اونو از بین ببره، این چون یک محلول کاملا بی خطر هستش، بی خطر نه که تو چش و چالمون بریز و بخوریم، یعنی گازی ازش متساعد نمیشه. الان که از بین برنده جرم کترینو تو بازار هست، اسیدهای بسیار خطرناکه میگه میریزی اصلا کنارش نباید وایسی، چون گازش خیلی سمیم متساعد میشه. ولی چون این خطر هستش باید مقدار بیشتری بریزید، مثلا شاید 5 تا 6 تا از این لازم داشته باشه که بریزی روی اون. از بین چی میپرسید؟ ببینید بستگی داره که چقدر کثیف باشه. اینطوری نمیشه گفت مثلا ما میگیم که یه مایه ظرفشویی رو چند تا ظرف میشه باهاش شست. جواب اینه، با یه مایه ظرفشویی چند تا ظرف میتونیم بشوریم. بستگی به مقدار آلودگی یا کثیفی که به سطح موجوده. شاید با دوراکین با یه دست تمیزکاری کلا تمیز بشه. شاید خیلی کثیف بشه، دو مرحله نیاز باشه استفاده کنیم. خب یک دست به افتخار خودتون بزنید. امیدوارم که تو تک تک مراحل زندگی موفق باشید و بتونید خیلی خوب کار کنید، از این محصولات استفاده کنید. موفق بابا و هستم خدمتتون. اگر کسی سوالی داره من در خدمتتون هستم، بلا که بچه ها میتونید به کارتون برسید. تو آینده نزدیک پلومب میشه، مثلا دستگاه و خطی براش تهیه شده که کام پلومب بشه تا یک ماه دیگه. خیلی خوبه. اسپری اگر ببینید این که اینا چرا اسپری ندارن، همه اینا اسپری داشتن، دوراکین داشت، موتورشوی داشت، واترلس داشت، ولی از آخر سال 98 که کرونا یه دفعه اوج گرفت، به خاطر اینکه این سریای اسپری توی بازار همه برای در واقع استفاده ضد عفونی کننده ها مصرف شد، یه دفعه قیمتش به شدت افزایش پیدا کرد و اصلا دیگه تو بازار حذف شد، دیگه اصلا نبود. یعنی تا دو ماه سه ماه که پارتی جدیدی که از چین خریداری شده بود و بعد رسید به ایران، اینا اصلا تو بازار که نبود، این اصلا مثلا 1000 تومان شد 9000 تومان. بعد ما دو راه داشتیم، یا اینکه محصول رو بدیم، یا اینکه استفاده از اسپری بزنم به عهده خودمون مصرف کنم. چون تو خونه هر کسی یه دونه این اسپری تریگر پیدا میشه، نهایتش اینه که میره یه دونه شیشه شوی میگیره و از تریگر اون استفاده میکنه. اگر بخواد مثلا این اسپری بیاد و به این محصول اضافه بشه، چون به هر حال توی پلن نتورک مارجینی روش کشیده میشه اینا، خیلی زیاد میشه دیگه، اصلا معقول به صرفه نیست. مثلا 30000 تومان بخواد اضافه بده بابت یه دونه اسپری، پس ترجیح میدیم که خودش ازش استفاده کنه. آره. چه محصولی؟ تاریخ مصرف ها که 2 تا 3 ساله هست، یعنی تاریخ مصرف های بلند مدته، ولی آسیب باید میدونم آسیب بزنه، هر کاری که میکنه بله اثرش کمتر میشه. ولی جرمگیر شیرالات تاریخش گذاشته بود؟ باید میدونم همین میخوام بگم، الان 2 سال تاریخ انقضا داره، ولی 2 سال نیست محصول سوال تازه اومده، احتمالا جرمگیر شیرالات نیست. اینو محصول رو میگین؟ نه این اصلا 2 سال نیستش که اومده رو سوال. آها نه 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 اونا نانو بوده، پوتینگای نانو. اونا کاری که نهایت کاری که میکنه اثرش رو از دست میده، جرمگیر نبود. اگر که نانو سام بوده باشه، اون نانو شیرالات بود.
چیه ریزشی ها نه الان مدتی نداریم اون محصول نزدیک به دو سال اثرش رو از دست میده آسیبی نمیده. خب موفق باشین، انشاءالله که بتونین پلهای تغذیه رو دوتا دوتا با هم بریم بالا.